سلام، به دانشگاه خوش آمدین. مهاوش شایگان هستم. در این برنامه با دانشجویانی گفتگو می کنم که تجربه موفقی زبان خواندن، بورسیه گرفتن و تحصیل کردن در دانشگاه های بیرون از افغانستان دارم. مهمان این اپیزود دانشگاه زکی عسکری، دانشجوی ماستری کامپیوتر ساینس از دانشگاه انسبروگ اتریش با ما هست. زکی سلام، خیلی خوش آمدی به این برنامه. اول در مورد پیشینه تحصیلی خو در افغانستان برای ما بگو. درود و احترام خدمت شما و تمام مخاطبین برنامه خوبی دانشگاه. امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. زکی عسکری هستم، یکی از محصلین که فعلا در دانشگاه انسبروک درس میخوانم. در سال 2012 کنکور امتحان دادم بعد از مکتب و در دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه کابل شامل تحصیل شدم الی سال 2016. سال 2016 بعد از فراغت از دانشگاه شامل مارکت کار شدم و در رشته ای که البته رشته ای که تحصیل می کردم در دانشگاه رشته کامپیوتر ساینس در دانشگاه کامپیوتر ساینس دانشگاه کابل، بعد از فراغت از دانشگاه در رشته ای که تحصیل کرده بودم در یک از بانک های خصوصی افای وظیفه می کردم به عنوان مفتش داخلی سیستم های معلوماتی یا IT Internal Auditor کار می کردم الا سال 2020. بعد از سال 2020 به یکی از شبکه های مخابراتی پیوستم الی سال 2022، آخر 2022 در شرکت مخابراتی به عنوان IT Auditor کار مسلکی میکردم و تقریبا از ماه اپریل 2023 که کمتر از یک سال میشه مصروف تحصیل در دانشگاه انسبروک در کشور اتریش هستم. آره، زکی چطور به این دانشگاه راه یافتی؟ از کجا شروع کردی و چطور به این دانشگاه راه یافتی و شرایط پذیرش این دانشگاه چی بود؟ من تقریبا از سالهای خیلی پیش با وجودی که در جریان وظیفه که در وظیفه اجرا میکردم در کابل دنبال فرصت های تحصیلی بودم، نه به صورت بسیار هدفمند و سازمان یافته، بلکه تا جایی که فرصت های شغلی و فرصت میداد امکانش بود پشت بورسه های تحصیلی بودم. اما در بعضی موارد شاید بسیار بلند پروازانه من اقدام کردم و بعضی بورسه هایی که نسبتا کمپیتیتیو و رقابتی شدیدتر است مثل چیونینگ و داد درخواست دادم که بعضی موارد بنابر نبود اسناد و بعضی موارد هم بخاطر که به اندازه کافی کوالیفای یا مو شایستگی که اونا داشتن نداشتم نتونستم به اونا راه بیابم و شاید هم به اندازه کافی واقعیش بگویم کارم نکرده بودم رویش، چون به عنوان یک هدف اصلی سرش کار نمیکردم. بالاخره بعد از اینکه شرایط متاسفانه در افغانستان رقم خورد و ما به این فکر شدم که به صورت بسیار هدفمند و متمرکز باید روی ادامه تحصیل کار کنم و ابتدا شروع کردم یافتن و درخواست دادن برای بورس ها. بعضی کشورهایی که برای بورس ها درخواست می دادم اولا شاید کوالیفیکیشنی خیلی دقیق نداشتم، دومی دیگه تجربه کمتر داشتم. در یک دو بورس درخواست دادیم، در بورس ها هم به صورت پارشلی در یک از بورس ها به صورت پارشلی ما کوالیفای بودیم، اما نبود اسناد و شرایطی که موجود بود نتونستم که مراحل ویزا و مسائل بعدی را منیج کنم. بالاخره ما ساحه تحقیق ساحه درخواست خود را محدود ساختم به دانشگاه هایی که به صورت پارشل یا حداقل معافیت فیس و شهری دانشگاهی را داشته باشند، که از جمله در بین کشورهای اروپایی فرصت های خیلی خوبی وجود داشت، از جمله دانشگاه های جرمنی، دانشگاه اتریش، دانشگاه ایتالیا و بعضی کشورهای دیگه هم. خوشبختانه برای محصلین از افغانستان معافیت کاملی فیس یا مو شهری دانشجویی دارند که شما در صورتی که توانایی مالی تان در حدی باشه که بتوانین هزینه های شخصی خود را در جریان تحصیل از عهدهش براین میتونین درخواست بدین و در صورتی که شرایط دانشگاه را قبول کنین میتونین در اینجا بیاین به ادامه تحصیل بپردازین و شرایط دانشگاه هم ممکنه با مفصل در مورد شکر بزنیم. در مورد رشته تحصیلی خو کمی بیشتر توضیح بدی برای ما، اینکه چطور شد این رشته انتخاب کردی؟
اما قسمی که در دوره لیسانس کامپیوتر ساینس خوانده بودم، رشته مسلکی و تجربه کاری 5 ساله در بخش داشتم. در رشته که در اینجا انتخاب کردم ماستر اف انفورمیشن سیستم است که یک رشته تلفیقی از IT و منیجمنت است. و در جریان کارهای 5 سال گذشته که به صورت مسلکی پای وظیفه می کردم، گرایش ما بیشتر به صورت به طرف غیر تخنیکی بودن به اصطلاح، یعنی از کارهای بسیار زیاد تخنیکی خیلی راحت احساس نمی کردم. مثلا مخصوصا برنامه نویسی یا برنامه های بخش های از کمپیوتر ساینس که دقیق شان بسیار تخنیکی می باشه، بلکه بیشتر گرایش ما به طرف سهیم شدن در مدیریت پروژه های IT، در رابطه به مدیریتی در کل ساختار انفراستراکچر یا گروگان بود. بالاخره در زمان جستجو وقتی این با رشته انفورمیشن سیستم در دانشگاه اینسبروک برخوردم، یک رشته بسیار مناسب برای معلوم شد و فعلا هم که مصروف تحصیل هستم یک رشته نسبتا دلچسب است و تو در اینجا نه تنها مختص هستی به بخش تکنیکل، بلکه یک اندازه شفت شده و در بخش منیجمنت و مدیریت که من خود بهتر احساس میکنم. و از طرف دیگه زمینه کاری و شغلی بعد از فراغتم نسبتاً خوب است. میشه در مورد این سفر تحصیلی خود که از افغانستان شروع کردی و به انسبورگ اتریش راه پیدا کردی، این رو برای ما بگی که از کجا شروع کردی و چطور به اینجا رسیدی؟ در ضمن هزینه این سفر تحصیلی از شهریه یا فیسی ویزا گرفته تا تیکت هواپیما و فیس دانشگاه، البته فیس دانشگاه ندارین، و دیگر مخارج زندگی و تحصیلی در اونجا چقدره؟ چقدر شد برای شما؟ بله، خب بعضی هزینه های است، هزینه های مشخص یا به صورت فیکس است و بعضی هزینه هستند که بستگی به شرایط متقاضی تغییر میکنه. یعنی تو ممکن شرایطی که من داشتم با یک متقاضی دیگه متفاوت باشه. چیزی که هزینه فیکس است و ایسته که شما چون افغانستان، چون کشور اتریش متاسفانه در افغانستان سفارت یا کنسولگری نداره، برای بعد از اینکه شما از دانشگاه قبولی دانشگاه یا آفر لیتر دانشگاه میگیرین، برای ادامه کارهای اقامه و ویزیتان شما باید به یکی از سفارت های کشور در یک کشورهای همسایه مراجعه کنین که معمولا در پاکستان و یا در ایران هستند. و یک مسئله ای که برای اکثری از دوستایی که تانوس با ما در ارتباط بوده پرسیده، این مسئله هستن که آیا امکان داره از ایران ما کارهای خود پیش ببریم، و چون فعلا شرایط گرفتن ویزای پاکستان نسبتا مشکل است. به این دوستا ایر باید یادآورشون با ایمیل رسمی که ما همراه سفارت اتریش در تهران داشتیم، اونا مسئله را طوری گفتن که در صورتی که شما اقامه رسمی ایران داشته باشین میتونین از تهران اقامه کنین، البته با ویزای 3 ماهه و یا 6 ماهه ایران هم امکانش نیستن. شما باید اقامه رسمی ایران داشته باشین، میتونید از اونجا درخواست بدید. خب از بحث اگر دور نرویم، هزینه ها برمیگرده به هزینه ویزه رفت آمد به یک از دو کشور، پاکستان و یا ایران، و هزینه تیکید شما است که شما از هر کشور که میایین بازم فرق میکنه. یک زمان است ممکنه شما از تهران پرواز کرده بیاین، یک زمان است از کابل، متفاوت است. چیزی که فیکس است تقریبا 300 یورو فیسی اقامه و خود فیسی ویزا میشه که شما در سفارت پرداخت میکنین، در سفارت اتریش چی در ایران باشه چی در اسلام آباد باشه. و دومی دیگه وقتی که در اینجا میایین، بازم چون یک در اختیار خودتان است، هزینه های شما نسبتا متغیر است. مثلا کرای خانه سر خودتان است، شما باید ترتیبش بدین. بیمه 70 یورو ماهانه بیمه دانشجویی باید شما پرداخت کنین و شما در قبال از بعضی مصارف ترانسپورت دارین، بعضی مصارف قرطاسی و کتاب. به صورت عموم وقتی یک انتروال، اگر بر انتروال دقیق تر چیز که ما خود ما تجربه کردیم، میشه یک هزینه از 500 الی 600، بین 500 و 600 یورو ماهانه شما مصرفتان میشه، به شمول خوراک، کرای خانه، بیمه و مسائل قرطاسیه و کتاب چیزایی که میخرین. معافیت کامل فیز دانشگاه دارین
و خوبی دیگه که داره، شما میتونید از عهده از این هزینه ها به صورت بسیار ساده براین، چون شما وقتی که ویزای دانشجویی دارین در جریان تحصیل، شما اجازه 20 ساعت کار هفتوار را دارین. وقتی 20 ساعت هفتوار کار کنین، شما در کنار تحصیلتان ماهانه مبلغ حدود 800 یورو شما درآمد دارین. یعنی درآمد ماهانه تان، البته شما باید به اندازه کافی تلاش داشته باشین و زحمت بکشین که هم بتونین در سایتان پیش بره و هم بتونین در پالش کار کنین تا پرفورمنس اکادمیک شما فکر نکنه. بله، از این بگو که خودت چطور موفق شدی که به این دانشگاه را پیدا بکنی؟ چی عامل یا چی دلایل پشت سر این موفقیتت وجود داشت؟ آیا تجربه کاری که در افغانستان داشتی اونا خیلی کمک کننده بود، یا موارد دیگه ای بود که کمکت کرد به این دانشگاه را پیدا کنی؟ خب تجربه کاری رول داره، مخصوصا تجربه کاری در برنامه ها یا در او پروژه های رول داره که شما روی پروژه ها کار میکنین. اما زمانی که شما بجز از پروژه هایی که ممکن از طرف یک شرکت یا از طرف یک نهاد فند شده باشه، چون ما در دانشگاه ها اینجا داریم بعضی پروژه هایی که فند میشه از طرف بعضی نهادها که بیشتر جنبه تجاری داره، اونا وقت شما به او پروژه درخواست میدین و شما اسپانسر میشین یا شما شامل برنامه میشین، تجربه کاری شما خیلی نقش داره، چون نهادی که برنامه را اسپانسر میکنه باید مطمئن شوه شما تجربه کاری رو دارین، کار مسلکی را انجام دادین و میتونین از عهدهش برین. اما زمان شما برای ادامه تحصیل در مقطع ماستری جدا از کدام پروژه درخواست میدین، در اینجا چیزی که تعیین کننده است سطح زبان انگلیسی شماست که با شما البته ای رو با سند پروف میکنین کدام در این پروسه مشخصا که ما آمدم کدام اینترویو شما نمیگره، شما باید سند تافل یا آیلز یا که انگلیش پروفیشنسی برشون میگه داشته باشین، حداقل به لیول B2 که در اروپا یک استاندارد داره به نام لیول B2 که در تافل معدل 80 به بالا میشه و در آیلز از 6 به بالا شامل میشه. به علاوه زبان انگلیسی چیزی که مهم است فیصدی نمرات شماست. وقتی شما ترانسکریپت دوره بشلرتان را یا دوره مکتب را سبمیت میکنین به یونیورسیتی، اونا وقتی که میبینه فیصدی یا مو جی پی ای که اینا برشان میگه مهم است، نشان میده که شما چقدر یک محصلی پرتلاش بودین در دوره بشلر. و این چیزهایی هستن که تاثیر داره. البته بعضی دانشگاه ها در قبال در پهلوی از این موتیویشن لیتر یا مو انگیزه نامه را شما طلب میکنه، در اینجا مشخصا از شما میخواید هدف شما ای که این رشته مشخص را در یک دانشگاه مشخص میخوانین چی است. البته این برای او رشته های هستن که مرحله سلکشن داره، سلکشن به این معنا که تعداد پذیرش محدود است، شما از بین کل متقاضیان در اینجا انتخاب میشین به اساس معیارها. بعضی رشته هایی هم دارین که کدام محدودیت خاص وجود نداره، شما در صورتی که ریکوایرمنت کلی دانشگاه را پوره کنین هر چقدر متقاضی که باشه دانشگاه برایش سن دایر میکنه و میتونه تدریس در اونجا شامل تحصیل شود. به صورت عموم ما فکر میکنیم چیزی که در موفقیت ما تا اندازه سهم نقش داشته مسئله فیصدی نمرات دوره لیسانس ما بوده، و همچنان دوم دیگه چیزی که بسیار مهم دیگه هستن مسئله طریقه درخواست دادن مهم است. ما بار اول وقت درخواست دادم با پروسیجر درخواست دادن و اسناد را که چه قسم تهیه کنیم خیلی بلدیت کافی نداشتم. بار اول در سمستر قبلی وقت درخواست دادم نتیجه نگرفتم، با تجربه که از اون مرحله گرفتم دوباره وقتی شما درخواست میدین طبعا تجربه شما بالا میره و آهسته آهسته یک موفقیت رو به اصطلاح به صورت استپ بای استپ میشه آدم به اون برسه. و من فکر نکنم که کسایی که در بورس کامیاب میشه یا کسایی که با هزینه تحصیل شخصی تحصیل میکنه آدمای کاملا استثنایی نیستند، بلکه کسایی هستند که هر کدامشان چندین بار تجربه ازیر داره که در پروسه وقتی که کوشش کرده موفق نشدن، بالاخره تجربه شکست، بله از شکست خود بالاخره توانمند شده و راههایش بلد شده تا ای که تانسته به دانشگاه مورد نظر برشته مورد نظرش را پیدا کنند. زکی، یک دانش آموزی که در افغانستان و هنوز هیچ تجربه ای نداره ولی دوست داره که از فرصت های تحصیلی که در اتریش وجود داره استفاده بکنه و ادامه تحصیل بده،
از کجا شروع بکنم و چطور به این دانشگاه ها یا فرصت های تحصیلی که وجود داره دسترسی پیدا کنم و راه بیابم؟ بله، چیز بسیار مهم است در جریان مدتی که ما هست در اینجا هستم و تماس و پیامایی که از دوستا و از دانشجویان دریافت کردم این مسئله است. ما از کجا شروع کنیم، چه ریکوایرمنت داره، چه ضروریات است که ما آماده بسازیم تا اینکه درخواست بدیم. اولین کاری که شما میکنین متناسب با رشته تحصیلیتان، اگر برای لیسانس درخواست میدین با رشته ای که شما مثلا علاقه دارین، اگر برای ماستری درخواست میدین متناسب با رشته تحصیلیتان که در لیسانس خوندین، شما باید بهترین منبع برای شما اینترنت و وبسایت های دانشگاه هستند. در اینترنت میرین جستجو میکنین فرصت های تحصیلی مرتبط به رشته ایتان، دانشگاه های مختلف را در اتریش یا در هر کشور دیگه برای شما لیست میکنن. البته شما طبعا به اندازه کافی توانایی و مهارت زبان انگلیسی در کافی درست باشه که بتونین مثلا محتویات را بخوانین و به اندازه کافی برداشت کنین و هدفشان بخونین. و شما وقتی که وبسایت یک دانشگاه را میبینین و رشته مورد نظرتان در اونجا پیدا میکنین، معمولا جزئیات کامل در اونجا داده شده که این رشته محتویاتی که شما قرار در طول سمستر و طول 2 سال تحصیلی بخونین دانه به دانه گفته شده، کاریکولم درسیشان برای شما تشریح داده شده، ریکوایرمنتش که شما چند کردیت باید مرتبط به رشته قبلا خوانده باشین تا بتونین در اینجا پذیرفته شوین، چی سند زبان انگلیسی لازم داره. یعنی شما اولین کاری که میکنین باید به وبسایت دانشگاه رفته و رشته مورد نظرتان رو پیدا کنین، جزئیات کاملش رو اونجا بخونین. وقتی جزئیات رو میخونین باید یک چک لیست براتون آماده کنین، نوت بگیرین که فلان چیز لازم بود، شماره دویی چیز لازم بود، بعض مطابق چک لیستی که در اونجا هست شما ببینین کدام اسنادتون پر است و کدامش کم است. او اسنادی که کم بود دارین او رو باید آماده کنین. مثلا ممکنه یک از اسنادایی که شما بخواید موتیویشن لیتر است و حتی دمی دیسکریپشن یا دمی توضیحاتی که در رابطه برنامه آموزشی داده شده برای شما میگه که موتیویشن لیتر شما باید شامل چی موارد باشه، یعنی محتوایش. هر موتیویشن لیتر برای هر کورس قابل قبول ممکن نباشه یا حداقل موثریت نداشته باشه. حتی شما وقتی که در رابطه با سافت ویر انجینیرینگ میخواین رشته تحصیلی تان سافت ویر انجینیر است با می درخواست بدین، باز هم در 2 دانشگاه ممکنه یک موتیویشن لیتر شما موثریت نداشته باشه. پس محتوا یا کانتنت موتیویشن لیتر باید مطابق خواستی از دانشگاه آماده بسازین که برای شما اینستراکشن یا توضیحات برای شما گفته شده. و بعد از اینکه مراحل درخواست میتین، اولین استپ شما تای میکنین و گرفتن پذیرش دانشگاه است ما آفر لیتر. وقتی آفر لیتر رو گرفتین شما از کار اکادمی که لازم بود ختم شدین و مرحله دوم شروع میشه که پیپر ورک یا مکارای اداری هستن که باید همراه سفارت وقت بگیرین، در سفارت ایمیل کنین یا زنگ بزنین و بر شما وقت میده که ما فلان زمان شما میتونین برای ادامه کارتون بیاین. البته مشخصا در اتریش بعد از گرفتن قبولی دانشگاه شما باید اقامه تحصیل رو بگیرین. قبولی دانشگاهتون را از طریق ایمیل به سفارت در اسلام آباد یا به تهران روان میکنین، برشان میگین، در متن ایمیل نوشته میکنین که ما میخواییم برای اقامه تحصیلی درخواست کنیم. اونا بر شما یک وقت مشخص میکنند، در وقت که میرین باز یک چک لیست سفارت براتون میده، مطابق چک لیست اسنادی که لازم است بر شما شما باید تهیه کنین و در او رو به سفارت بدین. بعد از گذشت تقریبا 2 الی 3 ماه نتیجهش بر شما میاد، در صورتی که شرایط شما پر کرده باشین شما برای ویزا درخواست میشین و شما در حقیقت طلب میکنه که پاسپورتتون را به سفارت برسانین تا اینکه برای شما ویزا صادر شود. در کل شرایط بستگی کاملا به خود متقاضی داره، یکی شما چقدر تحقیق میکنین و چقدر میتونین ایمیل بازی کنین همراه دانشگاه ها، همراه سفارت، و همین مهارت رو باید داشته باشین تا اندازه ای. و در حقیقت شما با وجودی که ایر یاد میگیرین، خود ما وقتی که این مرحله رو دانه بدانه پیش میریم و یک مرحله شکست میخوریم، دفعه بعدی اون مرحله رو با ظرافت بسیار با روش خوب پیش میریم. که و دوم راه دوم دیگه است که شما میتونین بسیار از کشورها طریقه درخواست دادن بورس ها و فرصت های تحصیلی در اینترنت، بسیار کسایی هستن که تجربیات خود شریک کرده، اما کاری که ما شما انجام میتیم به زبان انگلیسی پاکستانی ها و هندی ها که تقریبا هم از نظر از هر نگاه مشابهت بیشتر با ما شرایط ما شما داره، از اونها میتونین استفاده کنین و بالاخره راه خود پیدا کنین و به نتیجه ای که میخواین برسین. خودت در این راه منتور یا راهنمایی داشتی یا از منابعی استفاده میکردی که این مهارت ها را
پیدا بکنی که چطور باید برای بورس اپلای بکنی، چطور آمادگی بگیری، چطور انگیزه نامه بنویسی و چطور ایمیل بنویسی، همه اینها را چطور یاد گرفتی، منابعی استفاده میکردی یا راهنمایی کسی را داشتی؟ بله، ما بیشتر تمرکز ما روی منابعی بودن که در خود اینترنت هستند، چی منابعی که طرف خود دانشگاه بودن، وبسایت دانشگاه ها و دوما وبسایت اداره آموزش و پرورش یا در قد وزارت تحصیلات عالی خود اتریش بودن که بسیار کمک کننده است، و یک وبسایت است که دانه به دانه به صورت بسیار شرح داده شده که تمامی شرایط ویزای دانشجویی به عنوان کسی که با هزینه شخصی یا سلف فایننس میاد درس میخونه در اونجا شرح داده شده، بهترین منبع برای شما است. و دوم دیگه، ما در جریان قبل از اینکه ما در اینجا درخواست بیتم، با وجودی که در شبکه های اجتماعی و در بعضی از گروپ ها ما جستجو کردم تا بتونم یکی از نفرایی را از افغانستان پیدا کنم که قبلا در اینجا آمده باشه، من خوشبختانه تانستیم یک نفر پیدا کنم و یک از دوستای ما که او تاندازه ما رو کمک کردن در رابطه با کلیات رو برای من میگفتن که تو فعلا در فلان مرحله هستی، باید فلان اسناد رو تهیه کنی، بعد از بعضی آدرس ها رو برای ما میدادن، منابع را که باید خود ما میرفتیم و او منابع را دیده، چون او متغیر است. یک کسی، یک متقاضی که 2 سال پیش آمده در جریان 2023 مثلا آمده، و کسی که امسال آمد درخواست میده، ممکنه پالیسی دولت یا بعضی تغییرات جزئی آمده باشه که شما باید او را خودتان برین از منابع بخوانید. او کسی که یک سمستر قبل یا 2 سمستر قبل آمده، مشوره کمیته به صورت کلی درست برای شما، اما با جزئیات ممکن متفاوت باشه و شما باید خودتان از منابع دست اول اطلاعات بگیرین و آمادگی بگیرین. بیشتر تمرکز ما روی وبسایت دانشگاه ها بودن، همراه بخش ادمیشن دانشگاه ها در ارتباط بودیم از طریق ایمیل. معمولا هر دانشگاه یک پورتال داره که از اون طریق شما همراه کسی که اپلیکیشن شما را در یک دانشگاه مشخص ریویو میکنه همراه در ارتباط هستین. هر گونه سوال داشته باشین میتونین از طریق ایمیل از بپرسین و اونا بر شما جواب میدن تا جایی که صاحب مربوط صاحب کاری اونا میشه. اما وقتی که از دانشگاه کار شما خلاص شد، مراحل میذاره همراه سفارت و همراه وبسایت هایی که وزارت خارجه، شرایط ویزا و اقامه هر کشور در اونجا ذکر شده شما میتونین بررسی کنین و مطالعه کنین. با توجه به شناختی که از فضای دانشگاهی و تحصیلی اتریش پیدا کردی، چه فرصت‌های تحصیلی در این کشور وجود دارد؟ خصوصا برای دانش آموزان یا داوطلبان افغانستان؟ بله، کشور اروپایی و به خصوص اتریش یک کشور است که حد که یک تعداد بسیار زیادی از دانشجوهای بین المللی را در اینجا مصروف تحصیل هستند. ما یک نمونهش وقتی براتون بگیم، در دانشگاه اینسبروک که ما فعلا میخوانیم، وقتی آمار رو من دیدم 60% محصلین این دانشجوهای بین المللی هستند و 40% لوکال یا مو محصلین خودی که از کشور اتریش می باشند. به عنوان یک مقصد بسیار مهم، کشورهای اروپایی از جمله آلمان، از جمله اتریش، چون فرصت ها وجود دارد، از همون خاطر به عنوان هدف دانشجوی هستند. در اولی که برای افغانستان، برای افغانی ها خوشبختانه معافیت کاملی فیز تحصیل دارد. شما به هر دانشگاهی پبلیک یا دولتی اتریش و یا جرمنی وقت درخواست میتین، هیچ گونه فیس دانشگاه پرداخت نمیکنین، در حالی که پاکستانی ها، هندی ها و ایرانی ها، کشورهای همسایه ما، از 300 یورو در سمستر گرفته تا 700 یورو متغیر باید فیس پرداخت کنن. یک مزیت خوبی که برای محصلین افغان وجود داره، معافیت کامل. شما والا به هر رشته تحصیل میکنین، در هر مقطع شما تحصیل میکنین، معافیت کامل دارین. یک مزیت. مزیت دومی دیگه ای که وجود داره، یک برنامه موبیلیتی پروگرام داره. موبیلیتی پروگرام طور هستن شما وقتی ما فعلا وقتی دانشگاه اونسبروک درس میخوانم، قابلیت ازیر داره این دانشگاه همراه دانشگاه های دیگه در سطح جهان در کشورهای مختلف پارتنرشیپ یا همکاری داره. محصلین از این دانشگاه میتونه 1 سمستر یا 2 سمستر یا طوری که خودشان خواسته باشه درخواست بدن برن چند سمستر تحصیلی خود را در یک از دانشگاه در یک از کشورهای دیگه ادامه بدن، که هم از نظر فرهنگی و یک تجربه کاملا هیجان انگیز و تجربه خیلی خوبی هست. و شما نیتورکینگ و یا مو ارتباطاتتان بسیار خوب میشه و تجربه خوب پیدا میکنین. این فرصت داره. در قبال از این فرصت های خوبی که غیر از درس هست و چی هستن، شما خوبی دیگه دارین، جواز کار دارین،
هفته وار 20 ساعت بسیار مهم است برای کسی که سلف فایننس یا به هزینه شخصی خود درس میخونه. ممکنه بسیار از کشورها سهولت نداشته باشه، شما جواز کار داشته باشین. در کنار از او، در صورتی که شما توانایی مالی داشته باشین، در جریان تحصیل اعضای فامیل خود را میتونین بیارین همراه خود، برشان ویزه صادر میشه، برشان اقامه صادر میشه. اعضای فامیل در جوال که شامل همسر میشه و فرزندان زیر 18 سال. و خوبی آخری که ما به نظر من خیلی مهم است، و بعد از فراغت از دانشگاه شما رشته مورد نظرتان رو وقتی میخونید از دانشگاه فارغ میشین، برای مدت یک سال اقامه شما رو تمدید میکنه. در طول یک سال شما اگر کار پیدا کنین مطابق به رشته ای که درس خواندین، شما اقامه شما تبدیل میشه از اقامه دانشجویی به اقامه کاری. شما در اتریش مشخصا بعد از اینکه حداقل 3 سال شما کاری مسلکی انجام داده باشین، میتونید مستقیم درخواست بدین برای سیتیزنشیپ اتریش. یعنی برای شما فرصت های خیلی خوب وجود دارد که کاملا بستگی داره به سطح فعالیت و پرفورمنس خود شما که در جریان این 2 سال چه قسم پرفورمنس میکنین و از فرصت ها چه قسم استفاده میکنین. من فکر کنم کافی باشه امی اندازه برای ما شمایی که از محیط مثل افغانستان. عالی عالی، کاملا عالی زکی. متاسفانه وقت ما داره تمام میشه. در آخر اگر میخوایی چیزی اضافه بکنی بگو. بسیار تشکر. در آخر ما تجربه ای که در این برنامه داشتم، در این پروسه داشتم و شاهد بعضی فعالیت ها و بعضی درخواستی که از دوستا و در کل محصلین افغان بوده، اول میگم هیچ وقت ناامید نباشین. یعنی هیچ کسی، کسایی که در بورس کامیاب میشن، کسایی که به دانشگاه ها را پیدا میکنن، کسایی نیستن، تکرار میکنم، که اونا آدمای کاملا متفاوت باشند. اونا تفاوت اونا با شما ای است که اونا حداقل وقت خود ضایع کرده تا یک چندین شکست را تجربه کنه و بالاخره از او چیزای آموخته باشه و به دانشگاه ها مورد نظرشان جای یافته باشه. دوم دیگه، روی مسئله زبان انگلیسی خیلی مهمه. شما وقتی که به هر دانشگاه درخواست میدین، چیزی که بسیار مهم زبان انگلیسی است، هم در مرحله قبولی دانشگاه ها و هم در جریان تحصیل. هر چقدر سطح زبان انگلیسی شما خوب باشه، به اون اندازه شما میتونین موفق تر باشین. و در آخر یک درخواست بسیار دوستانه دارم از محصلین افغانی که درخواست میدن، که کوشش کنن بسیار عجله نداشته باشن. بسیاری از دانشجویا وقتی که از یک فرصت با خبر میشه، کوشش میکنه بسیار زود اقدام میکنه تا او درخواست بده. وقتی که وارد عمل میشه، میبینه یک اندازه مشکلات ها، یک اندازه خم پیچ وجود دارد، زود منصرف میشه. و خیلی هاشان ما در جریان هستیم که کوشش کردن با اسنادی نسبتا جعلی وارد پروسه میشه، که متاسفانه باعث میشه، باعث بدنامی تمام محصلین افغان میشه و حتی پروسه را ممکنه بسیار مشکل بسازه و یایی که بسته کنه فرصت هایی که وجود داره. درخواست ما هستن بسیار با حوصله باشن و برنامه وجود برای خود بریزن. اگر اسنادشان پوره نیستن، اگر شرایط پوره ندارن، با برنامه ریزی دقیق شرایط را پوره کنن، به جای اینکه به راه های غیر مناسب اقدام میکنن، از روشی پیش برن که موثریت داشته باشه و موفقیت مطمئن هستم در انتظارشان است. ممنون که این اپیزود دانشگاه را دیدین. برای حمایت بیشتر از این برنامه لطفا آن را لایک و سابسکرایب کنید و در پای آن کامنت بگذارین و به ما بگین که دوست دارین چه سوالهایی از مهمانان برنامه بپرسین. شما هم اگر تجربه درس خواندن در دانشگاه های بیرون از افغانستان دارین و دوست دارین که این تجربه را با مخاطبان این برنامه در میان بگذارین، لطفا از طریق ایمیلی که در پای همین ویدیو میبینین با ما در تماس شوین. تا دانشگاهی دیگر، وقت شما خوش.